DJ Hamid Hakan. بچگی یا یادت هست منجرتونو بستی، دلی که پشت اون بود ساده زدی شکستی. هنرمند تا بودید، ما شناخت صدایی رویشون داریم، تصویری نداریم، یه سبک متفاوتی رو کردن دیگه. عالیه، طرفدار زیاد داره، مخصوصا تو شهر ری. سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگیر خسته، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم. چون یکی از بچه محله خودمون هستم، خیلی هم دوستشون داریم، سبکشون هم سبک جدیدیه. من یکی دو بار از گوشی موبایل های بچه هامون گوش کردم، دیدم سبک خیلی قشنگی دارن. امیدوارم خیلی بهتر از اینم باشم و سربلندی ما باشه. نمیشه سی، مرسی. صداشون خیلی عالیه، هم کارشون شعرهایی که دارن و آهنگسازیشون واقعا افتخار شهرهای هستن. ما که افتخار میکنیم بچه محلی شون هستن. من آشنایی باشون ندارم، ولی میدونم منزلشون خیابون 24 متری خیابون بابک. دوستشم داریم. آره تا الان تو خواننده ما خوبه. دوست داریم اگر یه موقع هم به هر وجه رسی فقط تو همین مملکت خودمون باشه. همین جدید شده، میدونید تقریبا تکراری شده بود آهنگای خواننده ایرانی، ولی اومد یه آهنگای جدید با ریتمای جدید، بعد خیلی یه تحولی داد تو پاپه با صدای قشنگ. صداش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. دیدی گفتم که یه روز میری یه قلم میذاری، میدونستم آخره بیپروانم میذاری. خیلی عالی هست، ولی خوب اینجوری اسمش شنفتم. کدوم شرکتی گفتی؟ به نظر من کم کسی نیست، حد الله سواش فکر کنم آقای چاوشی، آقای حاکان بهترین نشون. بارون نگاه منی حامل حاکان. تو این چند تا خواننده جوان چاوشی گرگانه حاکان کدوم بیشتر درش میگی؟ من رضا صادقی باشم. حامل حاکان هم یه چیز نمیزم بخونم جواز شیط حالا دو هفته میشه. مگه مجوز داشته؟ نه یا شریری میان آلبوم جدیدشو جوازشو بی جواز خونده جلوشو گرفت. تحتر از این قصه زندگی ندیدی، سر نبض این دراهی قربتو به جون خریدی، بی سر انجام ولی ای کاش نشه آخرش الهی. اول در به دری بود نشا
که آخر دورایی. همیشه در همه لحظه ها من حامد حسن رو دوست دارم و آهنگاشو گوش می‌کنم. بریم آقا، در بیا سوال اگه با دیدن من غم رو دلت جون میگیره میمیرم که تو عبر قلب تو رو بگیره. اگه با خوندن من باغ تو ویرون نمیشه میرم، اما میدونم دل بی تو دیوونه میشه. سال 1382 بود اگه اشتباه نکنم، تاریخ رو خیلی دقیق یادم نیست، اما یه دوستی بودی عزیز بود که تو اون سالا میامد پیش ما و نوازندگی میکرد. تو یکی از اون روزایی که اومد گفت، دقیقا یادم، گفت یکی از بچه محلاش هست که میخونه، صدای خوبی داره، اشکال نداره که بیارمش با خودم دفعه بعد استودیو. نه اشکالی نداره، چرا که نه، بیارش. از لحاظ سبک کار هیچ وقت سبک پایه‌ای برای خودم قرار ندادم. قانون من آزادی بیانه. خیلی‌ها میگن این مهم نیست که چطور شروع می‌کنی برای رسیدن به هدفت، اما برای من خیلی مهمه که چطور شروع کردم، چطور بخوام ادامه بدم و چطور بخوام این بازی رو تموم بکنم. کار در ایران بسیار پیچیده است و در عین حال بسیار ساده است. بازار ایران به شکل خاصی صمیمی و به شکل خاصی نامرده. ساعت الان 4:20 صبح روز سه شنبه 17/2/87. یحتمل ما یک ساعت دیگه میریم به سمت گرمسار جخ، شاید این روز آخر روز خیلی سنگینی باشه به گفته خدا آقای عرفانی. دلم نمیخواد سنا صحبت واقعا الان چرا باید بگیری اصلا دیر نیست. از سوی همون اتاقک قاصدک خبر میاره، از سوی همون اتاقک قاصدک خبر میاره، یه نفر داره میمیره، تنها این چه روزگاره؟ کی دلش این همه سنگه که اونو گذاشته رفته؟ خیلی ساله، خیلی وقته، نه یکی دو روز و هفته. مگه رفته از تو یادش؟ تنها همدمش تو بودی، کوه پر صبر و صمیمی واسه گریه هاش تو بودی. توی این روزا عزیزم منتظر باش، برمیگرده.
کوره داغ جدایی دیگه خاموش و سرده، دیگه خاموش و سرده. بعد جلسه بعد یا یک دو جلسه بدترش بود، اومد و خودش معرفی کرد و من حامد هستم و اصلا دوستان معرفیش کرد، آشنا شدم. بعد ایشان نداری کچکو بخون، خوند صدای خوبی داشت با اینکه اون موقع فکر کنم اگه اشاره کنم دفعه اول دیدمش بودم 20 سالش بود. تا هم دوره بود که حالا ما با دوستان دیگه توی اون فضای فضای استادیوم داشتیم کار میکردیم و آهسته آهسته در واقع شد جز ما تیم 3-4 نفره اون دوره ما و خیلی بچه شوختب بزلگو و بسیار پر انرژی بود. خیلی ها که استعداد دارن، توانایی دارن و به معنای واقعی پتانسیل کار هنری رو دارن گمنام هستن، نه اسم نه چهره. خب نسبت به اون سن و سالی که من داشتم و کارم رو شروع کردم، شاید بنا به اون ذهنیتی که داشتم، بعضی کارهایی که ساختم به دیدی که الان پیدا کردم شاید کارهای خوبی نبود، اما خب از زمانی که فکر میکنم کارم رو حرفه‌ای شروع کردم، کاری نیست که ساخته باشم و اون رو دوست نداشته باشم. از عروض بارون بگیر خوال بر زول بیا زود بیا بیزن. خیلی خیلی زیاد به شدت به اصالتش پایبند بود. همه که خسته نباشید، قصد از این که شما رو آوردم اینجا توی این محله قدیمی اینه که خواستم بدونید ما بچه این محلیم، ما بچه این شهریم، دوست داریم که، یعنی بهتر بگم دوست ندارم خیلی ها به هم بگن آقا اصالتش رو فراموش کرده، ما توی این کوچه خاکی ها بزرگ شدیم. من از قدم به قدم این کوچه ها خاطره دارم، از این سقاخونه من خاطره دارم، از این کوچه ها، از این تیرا، از این گرد و خاکا، اینا همه برای ما ریشه است، اینا اصل برای ما. اینی که میگن طرف ریشه داره، این ریشه ها ایناست، این دیوارای پوسیده. این سقاخونه اگر به ظاهر قدیمیه، اگر رنگ و روش رفته، اگر شیشه ها شکسته، اما نماد دین، نماد مذهب و نماد اعتقاد خیلی از آدم‌هایی که بودن و الان نیستند. اینها رو از یاد نبریم. کلا حال و هوای خودش هم چون اینجوری بود، سیاه می‌خوند کلا. کلا سیاه‌خون بود دیگه، بهش گفتن سیاه می‌خوند. من نمی‌شناختمش اون موقع. انقدر ازش بد گفته بودن، حالا دوستای دور خودش قبل اینکه ببینمش. اولین بار که دیدمش توی فرودگاه مهرآباد داشتیم می‌رفتیم تبریز. خیلی وقتها زندگی من اسیر تهمت شد، تهمتهایی که شاید بهترین دوستان به من بستن. از این به بعد با چشم باز متنفر هستم از اینکه کسی بخواد وارد زندگی شخصی من بشه، به عبارتی بخواد سرک تو کار من بکشه. زیاد به کسی این اجازه رو نمیدم. خیلی از قضیه رو باختیم بر سر دل. خیلی ها رو نمیبخشم و خیلی ها رو بخشیدم. و انصافا صدای گرمی داشت و تحریراش رو خیلی تمیز اجرا میکرد. اگه اشتباه نکنم اولین کارش رو که اونجا انجام دادیم در واقع به اتفاق با دوستان، یه کاری به نام خودکشی، اگه اشتباه نکنم میکشمت دارم میتونه دقیقا اسمش رو، که اتفاقا تو اون کار یکی از دیگه از عزیزان بگم هنرمندان که الان هم جز خوبا هستن خوندن باشون و احتمال خیلی اون کار جواب داد
و شنیده شد. اصلا به شکست فکر نمی کنم. سختی شیرینی کار منه. هرچه کار سخت‌تر برای من شیرین‌تر. اوکی؟ الو سلام منم فاتی. این چیزا هستن کندیزا هستن واسه مجلس و اینا نماینده شدم. مجالس نه مجلس. مجلس یعنی مجلس خوب بده مجلس مجلس من اصلا به پول فکر نمی کنم. فقط نگاش میکرد. یکی ازش پرسید اگه دوستای گذشتت که باش کار کردن دیدی چیکار میکردی؟ گفت از نوک پا تا نوک سرشون رو میبوسیدن. به اونا باعث شدن که من خود پیشرفت کنم در صورتی که خلاف این بود. مثلا کلن همه چی برام عوض شد. اون آدمی که تو ذهنم ساخته بودم کلن خراب شد. بسیار آدم شوخ، بسیار شوخ، برعکس من بسیار احساسی بود. خیلی گرم اینجا ها. آیا آقا خسته نباشه. متشکرم. حالا 108 کیلومتر بودن خارج از شهر اینجا نون پنیر میدن. ای بله. همینم پیدا نمیشه. ما گفتن کباب کوبیده میدیم با. شاید این حرف درست نباشه ولی خب خیلی پلان هستش که ما نمیتونیم استفاده کنیم ازش. من نمیتونم اونها استفاده کنم. خیلی حرفا هستش که خب نمیتونم اونو بذارم تو برنامه. باید از عمر مالی گذاشت تا عنصر مهمی به اسم تجربه رو کسب کرد. مسئله‌ای که همیشه در کارهام سعی کردم رعایت بکنم، چه در نوشتن شعر چه در انتخاب ملودی کار، این هست که همیشه واقعیت رو جلوی چشمام میارم. بعد از اون یک کار دیگه ای بودش که باز حامد توی اون کار اضافه شد به اون کار در اون موسیقی یک قطعه بود برام کار سرگرمی کرد مال آقای یگانه بودش از این کار کار آقای یگانه بود چون من اکساز کار بودم خنده اصلیش های خب توی اون دوره نبوده موقع ریکورد حامدن یه بخشیش رو اجرا کرد. همینجوری چند تا کار مشترک داشتن از جمله یک کار دیگه بود توی همون اونم مال آقای یگانه بود بنام آقای خبر نداری اگه شانک همین کار شیشاش بود که توی اون کار همیشون خوندن. میدونید یک بندی بود اون زمانی تو اون دوره حالت بند مانندش که ما با هم سه چهار نفری خیلی مچ بودیم و اکثر کارا مشارکت میکردن بچه ها به صورت تیم میخوندنش که حامد جانم توی چند از این کارا بود. بعد از اون چند تا کار مستقل انجام داد که یک میگرد چیزی که خیلی شنیده شد توی اون دوره و خیلی بولد شد همون کار یه اشتراک کنم میکشمت بود که با آقای چاوش مشترک خوندنش. حتی کار مال آقای مال خود حامد. میگم بمونم میگی نه، میگم بخونم میگی نه، میگم چیزی بگو تکلیفمو بدونم میگی نه، میگم عاشقی میگی نه، با من صادقی میگی نه، میگم تو باغ دل گل شقایقی میگی نه. خیلی خوشحال میشن. یک بار دیگه مثل که زلزله اومده. بله خبر دادن استان لرستان زارن دیشب زلزله شدیدی نسبتاً شدیدی اومده. خبر ندارم اونطور که از استان بود امیدوارم که کسی طورش نشده باشه. کار سینما رو همیشه دوست داشتم. کار با تصویر رو همیشه دوست داشتم از کودکی. صدا رفت. حرکت. دستتو
کار موسیقی رو دنبال کردم و این کار رو ادامه خواهم داد. همیشه در پی این بودم که در کار سینما فرصتی برام به وجود بیاد. به لطف خدا از طرف دوست خوبم جناب آقای مصطفی عرفانی این پیشنهاد به من شد برای یک کار کوتاه. قط. در حال حاضرم مشغول ضبط این کار هستیم به همراه دوستان خوبی که همکاری میکنن با ما. اما بعد از اون باید اینو بگم، البته با احترام به همه طرفداراش و همه بچه که دوستانی که بهش علاقه مندن و طرفدارش بودن، این که قرار نبود چجوری بگم، سبکی رو که انتخاب کرده بود با سیر خودش چیزی نبود که شاید طرفدار داشته اون دوره، ولی به چیزی نبود که واقعا با شرایط جامعه سازگار باشه تو مدت و بتونه به صورت رسمی اون کار رو انجام بده. البته خب من در دوستانی خیلی باش صحبت کردیم در این مورد که بتونه، به خاطر که بتونه مجوزاش رو زودتر بگیره، به خاطر که بتونه. واقعا خیلی حیف بوده چون بچه بسیار با استعدادی بود، خیلی توانمند بود، صدای خوبی داشت و من هنوزم متاسفم. من هنوزم متاسفم که ایشون میتونستن جز ستاره ها باشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. راجع به تعداد آلبوم ها، آلبوم هایی که الان مجموعه هایی که در دست مردم هست، دو ورژن از مجموعه قاتل حرفه‌ای هستم. آلبوم جدید من هم تا این لحظه اسمش خودفروش است. باز هم یک واقعیت تلخ در زندگی من. این آماده هاکانه. بعد از یک سال تصمیم شده میبینیم. بعد چند وقت؟ بعد یک سال. ببخشید. یک سال هم کمتره. ولی 5-6 ماه جلو دوربین نه. آه یه سال بیشتر شد. یه سال بیشتر. حدوداً یه 7 ماهی بود. بیشتر یه سال. توی این روزا عزیزم منتظر باش برمیگرده کوره داغ جدایی دیگه خاموشه و سرده باز میاد پیشت گل تو سر به زیر و پرخ جولت اما اینقدر تو بزرگی نداری هیچی شکایت اون دوتا چشمای خسته واسه ما چراغ رو ما میخوای همیشه باشی با صفا خدا به نظرم هدر شد. درسته خب هنرمندان معمولا نیاز به یه راه نما دارن، حالا بر نخوره و بیه و نیاز دارن واقعا. آقا کروماکی بگی آشه رو بعدن چون کبابش کنی کنتور که نداره. مصطفی حالا بگو نمک به نما عزینه حالا مزه داره میاره و بعد بخواه درسون نمولن. آقا داریم آزار میدیم. علی رضا آیا افشار پدرشون مزرعه دارن خیار شور میکارن مستقیم. ما یه تیم خیلی خوب بودیم که با هم هر فکری میکردیم، کار میکردیم توی موسیقی ها، توی ملودی ها، توی تنظیم ها نظر میدادیم، اتفاقی کار میکردیم و یک کار رو جمع میکردیم چون خیلی محدود بود کاراتمون. واقعا پشتش یه انرژی بود، یه کار تیم ورکی بود که من هم از این قاعده مستثنا نبودم. طبیعتا با دوستان مشاوره میکردیم، کار میکردیم و کارهای حاصل اون کارهای اون دوره این شد که یه مثلثی تو اون دوره درست شده بود از آقای حامد،
آمده که در واقع آمده حاکم بگم چی بهتره، چون به این اسم هنریش بود، آقای محسن یگانه و آقای محسن چاوشی که یه خدا شکر همه الان میدونن یه چه اتفاق افتاده، دوستان چه جایگاهی دارن. من خیلی متاسفم، خیلی متاسفم واقعا که محمد میتونست زر سوم این مثلث بشه. خیلی خوش آمدید به استودیوی ما. از دو سه سال پیش تا حالا واقعا اگر کمک و همکاری بسیاری از دوستان خوبم نبود، شاید که نه، حتما کار برای من بسیار مشکل تر می شد. ضبطه سه همه جا ثابت برو بازی کن. سال 82 اگه اشتباه نکنم 5 یا 6 آلبوم شاهای ترابی شرکت پیام اسلام خرید. عدد نمیگم چون عدد خیلی خوبی هم داده بود، نسبت به آلبوم های اون روز عددش بالا بود. بازم نشد، مجوزش نیومد و تقصیر آقای ترابی هم نبود. البته اینم بگم چون اسم بردم، آقای ترابی فقط لطف کرده بود هم به من هم به حامه. بعد این آلبوم دست به دست شد، دوباره رفت کنار، ترک های سریش اومد بیرون، دوباره دو تا شرکت دیگه، یه شرکتی خرید، باز هیچ کاری نکرد. دو سال سه سال رفت اومد، باز میگفتن مجوز نمیدن، رفت دوباره دست یه شرکت دیگه، گفتن مجوز نمیدن. اصلا مگه میشه مجوز ندن؟ از دوستای خوبی که شاید در آینده نه چندان دور با هم فیت داشته باشیم، کار مشترک داشته باشیم، یکی دو تا کار هم استاد بزرگوار جناب آقای مرتضی شفیعی برای من تنظیم کردن که خب طی گذر زمان این تنظیم ها رو ما عوض کردیم. موقعی زبط همیشه محمد خیلی پر انرژی بود و خیلی با احساس بود. میگم چیزی که خیلی برای من جالب بود، هم کوکه خیلی خوبی داشت، هم خیلی تحریراش رو تمیز اجرا میکرد. با اینکه ما موقع چند سال سال بودیم، من خودم فکر کنم 24-5 سالم بود اون موقع، من اشتباه نکنم آره حدودا حامدم فکر میکنم 20 سالش اینا بود، با اینکه اون تو سن جوری سن تینیجری بود دیگه، ولی خیلی تمیز اجرا میکرد، بسیار صافی داشت، رنگ خوبی داشت، صداش میگم. من فقط میتونم بگم متاسفم. فکر میکنم اگر بد باشی و خودت باشی خیلی بهتره تا اینکه بخوای ادای خوب بودن رو در بیاری. خدا سبک آهنگ ها از لحاظ موسیقی من سبک پایه‌ای برای کارهای خودم قرار نمیدم. من در لحظه هر احساسی که داشته باشم همون رو به کار میگیرم، حتی برای نوشتن شعرها. در باره مجوز هم باید عرض بکنم خدمت شما که ما هم مثل بقیه دوستان تلاش کردیم برای گرفتن مجوز و اینکه بتونیم رسما وارد بازار موسیقی کشور بشیم، اما خب بنا به دلایلی رسیدن به این هدف میسر نشد. ما همچنان هم علاقمند هستیم که رسما یک خواننده بشیم. مصطفی سال 84 شروع کرد مستند حامد رو ساختم. من موقع تازه با حامد دوست شده بودم، مصطفی رو ندیده بودم. یه روز تو استدیو نشسته بودیم شب، یه شب حامد گفتش من مهمون دارم اونجا، مصطفی عرفانی اومد اونجا، نشستیم با هم حرف زدیم و این سری کارا شد. دیدم گفتم میشه ادامهش بدیم؟ گفت من دارم ادامه میدم، نیاز به نظر شما نیست. یعنی اصلا لحاظ نکرد مدیر برنامه گیرو هر وقت چند اذیت میکنم خیابون اصلی محله ماه خیابون شانوسی خورده پایین تر، یه محله اصلی خودمونه، خیابون بابک و
خلاصه خاطره است دیگه همش. های های شما فکر کنیم مثلا یه سری آدم میان به اسم یکی دیگه با صدای یکی دیگه میرن این مارور میشنن یا ما فلانی میرن مهمونی میرن عکس میگیرن میرن امضا میدن و و و چیزایی دیگه که حالا بماند. من اون شب حامد اونجا برای اولین بار دیدم و صحبت کردیم که قرار شد که به خاطر اینکه یه سری همچین اتفاقای این مدلی داشت براش میافتاد تو خودش هم گفت اینا زیادن، خیلی زیادن، ولی خب این روال خیلی قشنگ بود برای من. حالا که اینجوریه بیام یه مستند کار کنیم که مستند اینجا هست ری رو ما شروع کردیم که اولین قسمت مستند صد قسمتی آندرگراند هم اینجا هست ری بود. یه چیزی از گفته نشه نظر من احساس بکنم بهتره، چون من فرام میتونم یه خیلی خوشحالم که توی دوره یه مجموعی داشتیم، یه تیمی داشتیم که با دوستانی که من هم هستم کار میکنم و من هم در کنارشون بودم، جوی بکنم بهتره بشه، من در کنارشون بودم و جزء یه بخش خیلی خاطرات خوبی برای من از اون دوره. برای شما از اون موفقیت بکنم، همطور که تو هم امروز موفق بودن دوستان، از این به بعد هم باز هم از قلبن آرزوی موفقیت میکنم، چون هر جا که اصلا سلامت باشم خود شما خانوادشون. فقط میگم چیزی که ناراحت کننده بود برای من اینکه حامد هم میتونست باشه. سری اتفاقات بعد از اون فیلم که دیگه خوب به سرانجام نکشید دیگه، یعنی نتونستیم خیلی کار رو انجام بدیم. تاسش نشست دیگه، اینو بگن واقعا تاسش نشست، واقعا اسمشو تریلی نمی کشید. مرسی دیدی گفتم که یه روز میری و قلم میذاری، میدونستم آخرش بی پر و بالم میذاری،
دیدی گفتم که یه شب تنها و بی خبر میری، دیدن رقیب من به گونه یه سفر میری. همه خوشیبترم فقط هم میگیره. گروه سرود اندرگران تقدیم میکنن رپ فورس مصطفی عرفانی. آقا علیرضا افشار بگیم. برنامه مستندی که داریم میبینی واقعا هم میبینی مستنده. حامد رو من داره صحبت میکنه. قراره الان بیاد اینجا برای اولین بار جلوی دوربین صحبت کنه براتون. میخوایم ببینیش مصطفی. اول آقای بابا 75 کیلوه 80 کیلوش موه. خیلی راحت اعتماد میکرد، اطمینان میکرد به آدم ها. شاید هم اشتباه بود این قضیه. چی بود باله؟ ما میام مستنده میگیم نه این دروازه بانمون الان شوماخر شوماخر پدر خانواده. کودکی ها هم هر کسی عالمی داره واسه خودش. ما هم بالاخره تو این کوچه خاکی ها بزرگ شدیم، بچه جنوب شهر. حد اونجا هم یه مقدار مدرن تر الان بگیریم. اونجا پیزا فروشی معلومه. در حال حاضر همونطور که میبینید مشغول تنظیم موسیقی تیتراژ و موسیقی متن فیلم کوتاه لبخند بزن میخوام ازت عکس بگیرم هستم. طبق معمول شعر و ملودی کار برای خودم هست. در تنظیم از دوستان از اساتید خوب استفاده میکنیم. کار به نظر خودم کار خوبی شده، داره یک جو خاص هست. فقط میتونم بگم دارم تمام سعیم رو میکنم تا مردم کار رو دوست داشته باشن. دو سه بار تو چند تا برنامه ای که با هم رفتیم این من اونور اون اوایل سال 84-85 دو سه جا رفتیم که حامد آقانای تقلبی میدیدیم. ما از اون ور برو پایین بیا تو این باطلاقه. این باطلاقه؟ نه 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 واو این باطلاقه واقعا. بعد از اینجا هم بیا تو آب که همینجا فلان بگیرم همونجا هم خودتو بشونی. از اون ور برو پایین. نه نمیری پایین، از این بغلش برو. Thank you.
اواخر تابستون. کدوم رنگ؟ قرمز. با تنظیم کننده هایی که کار کرده تا الان تعداد محدودی هن، یعنی معلوم هن آدم های شاخصی هستن که خب میشناسی بشون. سبکی آزاد، اما اوایل اسمش رو گذاشته بودم دارک متال، یعنی سیاه و سخت. اگه صدای این قطاری که الان میخواد رد بشه این بذاره، من حتما توضیح میدم برات. خواهد یه چند دقیقه صبر رو کنید. خب راجب دیجی پرسیدید، این اگر من بخوام براتون توضیح بدم راجب دیجی، اول اینکه دی جی اسم دستگاه نیست. خیلی ها فکر میکنن اسم دستگاه خاصیه. دی جی اسم شخصیه که داره با اون دستگاه کار میکنه و مخفف دو کلمه دیسک جاکی هست، یعنی دیسک گذار، صفحه گذار. معنیش این میشه، حالا بخوام توضیح بدم از کجا گرفته شده و اینا، یکم طولانی. 3 2 1 حرکت. This is the CFO DJ. توی مستی زد یه دستی، کیا جان منی پرستی، من خرابه چشم مستم، تو بگو مال کیا هستی. ما که گفتی مال یاری، به دیر دل چی نداری، بی شما از اونو سردیم، با شما انده پرها. جا داره که تشکر بکنم از تمام اون دوستان خوبی که یار و همراه من بودن تا به این لحظه. دست بوسه همشون هستم و متشکرم از شما عزیز، از شما هوادار، از شما ایرانی عزیز که تا امروز دل به دل پرغم و غصه ای من دادید. انشالله هر جا که هستید دست علی یارو همراهتون باشه. به همه تون افتخار میکنم. زمانی که رفت خیلی دروغ، خیلی شایعه، خیلی حرف و حدیث و حرفایی که در خور این شخصیت نیست واقعا. یه خورده گوشمون رو، یه خورده چشممون رو باز کنیم در مورد مسائل پیرامونمون، در مورد مسائل اطرافمون. این تنها خواهشیه که من میتونم بکنم. یه تا میاد نگاه بکن،
خاصی نیست به عنوان حرف آخر به جز شعری که همیشه ورد لب من بوده هست و خواهد که عمریست که دم بدم علی میگوید در وقت نشاط و غم علی میگوید عمریست علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر علی قناریه بی جون من تو یادگار رفتنی توی دلم مونده هنوز چه قصه هایی گفتنی قناریه قصه من از این حکایت کنده ای نمیدونم چرا همش فکر میکنم تو زنده ای